این اول سوالی که در پیش شما بر ما مطرح است رفقای عزیز ای است که در این فضای ایدئولوژیک، در این فضای با تناسب قوایی که امروز در داخل کشور ما وجود دارد، با تجارب تلخی که در عین حال از الترناتیف های در مورد الترناتیف های وجود دارد که ما قبلا مطرح بس قرار می دادیم، بالاخره چی دایره ما در پیش روی میگیره؟ در افغانستان 45% مردم به اساس آمار ارقام رسمی بیکار هستند. هیچ کس نمیفهمه که چطور رفتن ایره حساب کردن، در کجا رفتن حساب کردن. تبنگوالا را هم در جمع کارگر و استخدام شده و اینا حساب کردن یا نکردن، کدام دفتر برای ثبت و ایدپا وجود ندارد. اما به هر ترتیب یک ساندج هست که خارجی ها حتما کوشش کردن، سر 1000 نفر شاید از پشان سوال کردن که تو بیکار هستی یا بیکار نیستی، و بالاخره گفتن که خیلی در تمام مملکت اینقدر نفر بیکار است. 45% مردم افغانستان در آمار رسمی دولت در جریان انتخابات این مسئله بیشتر تا بالا می شد که بیکار است. از طرف دیگه در داخل افغانستان یک حرکت بی نهایت وسیع ارتجایی به طرف بازگشت به مناسبات اجتماعی کهنه، یعنی بیرون کردن افراد از بازار کار بنابر تصمیم سیاسی در جریان است. به این مفهوم که در به شکل قبیله، اما نه تنها قبیله، شاید که شکل قبیلوی در جنوب افغانستان است، اشکال دیگه عنعنوی مناسبات اجتماعی قماندان و سرباز، قماندان و نفهم پیر و مرشد و چی میگن زیر دست پیر پیره و خلاصه تمام انواع از این مناسبات اجتماعی که موجب میشه که انسانها را از داخل شدن در فعالیت اقتصادی پیر و مرید ببخشید. تشکر رفیق پامیری عزیز، که تمام مردم افغانستان را، یک تعداد از جوان ها و افراد مستعد به کار را در حلقه مناسبات کنه حفظ بکنه، اینا با سرعت بسیار فوق العاده در حالت رشد هستند. هرگز در داخل افغانستان حتی پیش از اصلاحات ارضی هم متوسط مالکیت زمین اینقدر بزرگ و وسیع که امروز است نبوده، به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد قماندان ها در بازگشت از جنگ زمین های دولتی را بدون کدام ملاحظه غصب کردن و اونمو سیستم های ملک التوایفی و ارباب رعیتی گذشته را به ترتیب احیا کردن، و مخصوصا در نتیجه جنگ روح قماندان سالاری حتی اگر یک مقدار سلاح و اینا بر دولت تسلیم هم شده باشه، حتی اگر یک مقدار خلی سلاح و اینا هم صورت گرفته باشه، عمدتا روح قماندان سالاری و به حساب مزدورکاری افراد، اطاعت در برابر یک نان چاشت، در برابر یک چای صبح و غیره، یک تعداد بسیار وسیع از نیروی کار را به نام بادیگارد، به نام چیزهای از این قبیل از بازار کار بیرون ساخته. اما خب این یک شکل بسیار قابل دید مسئله است، مرئی است، اما اشکال کاملا نامرئیه
حفظ انسان ها در مناسبات کهنه و وابسته ساختن از اونا به افراد با زور و با قوت و با قدرت و با پول چیزی هست که پدیده هست که با سرعت جریان دارد. ما امروز در افغانستان وقتی که با شهرهای مواجه میشیم که تعداد نفوسشان از 1 میلیون به 6 میلیون و از 500,000 به 2 میلیون و اینا میرسه، واقعا یک پدیده بسیار جدید و بسیار مهم است از لحاظ اقتصادی. کوچ دهقانها از سر زمین هایشان، این پدیده تنها به همراه بیجا شده هایی که از پاکستان و ایران داخل افغانستان شدن قابل محاسبه نیست. در نتیجه بی‌آبی، در نتیجه از بین رفتن محافظت هایی که مخصوصا در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کشور وجود داشت، از طریق دادن کوده کیمیاوی، از طریق دادن تخم بذری، از طریق امنیت حد اقل در جاهایی که امکان بر ما وجود داشت و برای سرک ها و حومه شهرها و اینا، و در عین حال کمک هایی که دولت برای فروش و برای صدور اموال، تمام از اینا از بین رفتن و یک جمعیت بسیار وسیع میلیونی خانواده های دهقان بی زمین، بی او، بی کود، بی تخم بذری، خانه های خود را ترک کردن و به طرف حومه شهرها آمدن و در پالوی سایر بیجا شده هایی که از خارج آمدن، در شرایطی که واقعا رفقا مغایر حیثیت یک انسان است بسر می برن. امروز بزرگترین سکتور استخدام کننده در داخل افغانستان سکتور مواد مخدر است و ای هم از جمله آمار هست که این یک حقیقت بسیار روشن جامعه افغانستان است که در یک تعداد بسیار زیاد جوان ها پیش از این که حتی به سن داخل شدن در حیات اقتصادی برسن، به صورت روشن سمتشان تعیین میشه و به طرف یا کشت یا تجارت، قاچاق و اداره مسائل مواد مخدر سوق میشن ببخشید. و تعداد امروزی تمام مجموع کسایی که در داخل افغانستان کار مواد مخدر را میکنن بر اساس آمار رسمی سازمان جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان 2 میلیون نفر است. شما میتونین که از این تصور بکنین که چقدر نقش بی‌ثبات کننده و چقدر نقش مضر میتونه که این بخش فعالیت در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان بازی بکنه. لیلام مؤسسات تولیداتی عامه و چندین بار بازسازی مؤسساتی که به صورت قطع موقع بازسازیشان نرسیده بود، اینا هم صدمات بسیار زیاد را به حد اقل فعالیت اقتصادی دولت وارد کرده و امکانات تاثیرگذاری دولت را به حیات اقتصادی و اجتماعی و اینا از بین برد. در پهلوی از این قضایا که این تضمین اجرایی وجود نداره، خود دولت هم تمام ظرفیت های کار آفرینی خود را، زمینه های اشتغال آفرینی خود را از بین میبره و این در شرایط انجام میده که بازار هنوز، یعنی سکتور خصوصی هنوز حاضر نیست و توانش هم نداره که جانشین دولت شود و مردم را آموزش بده و جذب کنه.